سلام دوستان، با کلاس هشتم از آموزش فیگوراتیو با شما هستم. این کلاس برای کسانی که طراحی لباس میخوان کار بکنن خیلی میتونه مفید باشه، چون که مدل خاصی از لباس هست و برها رنگی هست، با پاستل روغنی این کار رو انجام میدم. شروع کار با خطای روشن، کل کادر رو مشخص کردم، کل فضایی که قرار اون فیگور فیلم قرار بگیره رو با خطای خیلی روشن مشخص کردم، قدر روشن که شاید تو ویدیو خیلی واضح نباشه. و کم رنگ اعضای اصلی فیگور، سر، گردن، شانه، فضای قفسه سینه، کمر، لگن و انتهای دست مشخصه. الان این خط قسمت بالای سر هست، قسمت موها، چانه، گونه، شیبی که پیشانی داره، مو، محوطه سرشانه، بازو، قسمت دست، مچ دست مشخص شد، آرنج، پشت دست، انگشتا. همیشه ساده میکنیم دستا رو به قسمت پشت دست، انگشتا و شست. شانه، محل قرار دیگه چشما، ابرو، زیر بینی، فک، دهان، اشاره به زیر بینی و قسمت ابروها، گودی چشم. الان شروع چشما، این چشما با هم دیگه کار میشه همزمان با هم موازی. باز قسمت های دیگه از موها، سرشانه، سینه، دست دیگه، دست چپ. باز اینجا هم ساده میشه، قسمت پشت دست و انگشت ها. چهار تا انگشت مشخص داریم، هم انگشت شست، آرنج، ساعد، شانه. اصلا الان دیگه اون مدل خاص لباس دیگه کم کم کار میشه، توی کار دیگه باید کم کم خودش رو نشون بده. پشت دست و انگشت ها مشخص شد، چین های لباس. الان دیگه کار رنگ رو کم کم شروع میکنم با یک رنگ بینابین، نه زیاد تیره نه زیاد روشن، ولی یک رنگ خاکستری ملایم برای مناسب برای پوست. مثلا این رنگ ها کلن ساده میشن، مثلا این سعی نمیشه که خیلی دقیق رنگ پوست در بیاد، هم به خاطر که اصولا توی طراحی لباس این شکلی کار میشه، یک مقدار حالت گرافیکی مانند و ساده شده رنگ ها و حتی در حال فیگور کار میشه. همین که با پاستل، هم پاستل روغنی، هم خیلی ترکیب رنگ به اون صورت انجام نمیشه. این کار جزء کارهای اسکیس مانند و سریع به حساب میاد، چون که اگر برای طراحی لباس باشه، کسی که کار رو انجام میده میخواد فقط نوع لباس رو نشون بده و نشون بده که توی تن به این شکل در میاد، یعنی در واقع ایدش رو پیاده میکنه. باز با همون رنگ های بینابین، حالا این رنگ متمایل به صورتی، تو حدی نزدیک میشیم به رنگ بدن تا حدی که اجازه بده و به زیبایی کار کمک بکنه. جاهایی به عنوان تأکید قسمت موها، تا جایی که میشه از مشکی استفاده نمی کنیم، سعی میکنیم با ترکیب رنگ های سرد و گرم، رنگ های تیره سرد و گرم، رنگی تیره نزدیک به مشکی به وجود بیاریم، به خاطر اینکه کارمون رنگی باشه و اون حس
رنگ توی کار باشه، چون رنگ مشکی این کار رو به نوعی خفه میکنه، کار رنگی رو مثلا در ترکیب با رنگ ها، با هر رنگی که ترکیب میشه اون رنگ رو، انرژی رنگ رو میگیره، رنگ رو خفه میکنه، به یک خاکستری تلخ تبدیل میکنه، که البته گاهن این رنگ هدف نقاش یا طراح هست و میخواد تعمدن این کار رو میکنه، ولی لااقل توی این کار ما میخواییم رنگ ها بیشتر زنده باشن، مگر اینکه در آخر کار اگر لازم بدونم قدری رنگ مشکی رو برای تأکید استفاده بکنم. قسمتی که اشاره کردم نوک پاستل بود، که بعضی وقتا از نوک پاستل استفاده میشه، بعضی وقتا از پهنای اون، این خاصیتی که کلن پاستل ها دارن و میشه از کناره های اون استفاده کرد و تاش های خیلی وسیع و عمیق رو به وجود آورد. لباسی شبیه به لباس یونان